پیدا کردن جاساز در سنگ قبرها. با سلام و درود خدمت دوستان عزیز. ببینید ما یه سری قبرهایی رو داریم که سه ردیف اموال پنهان میشه داخلش. خب یک، در قسمت سنگ قبر مشخص میشه، بعد تاقچه بالا سر قبر مشخص میشه دوستان عزیز، و تقریبا در انتهای اون جایگاهی که شخص قرار داره در 1.5 متری خودش اموالش قرار داده میشه. خب اینه که شما مشاهده میکنید در سه مرحله ما اموال داریم که پنهان میشه. حالا اینایی که در سنگ قبرها مشخص میشه همونیه که به شکل تاقچه بالا سر خود اون شخص قرار میدادن، چند اقلام خیلی مهمش رو داخل سنگ میذارن. ممنون، سپاسگزار میشم، حتما لایک رو بزنید. نکات آموزشی هست که میخوام بهتون بگم که قشنگ متوجه بشید که این نوع سنگ قبرها به چه صورتی هستن. خب ببینید این نمونه که حالت معمایی رو داره، که وقتی شما نگاه میکنید چند تا سنگ هستن و در قسمت وسط این سنگی قرار داده میشه. اینجا یک نوع آینه، یک نوع به اصطلاح اعتقادی اون شخص بوده که باید اینطوری به اصطلاح چیز بشه، دفن بشه، که قبر هم در قسمت خود همین جایگاه قرار داره. خب اینی که یه سری اموال داره که خیلی با ارزشه، معمولا سنگ هایی که به این شکل حالت معمایی رو دارن خوب بررسی بکنید، یه حالت برجستگی یا تورفتگی، یا برجسته یا تورفته، خب باشن بررسی بکنید، چون تقریبا میشه گفت تشخیصش زیاد سخت نیست، میتونید این رو پیدا بکنید. تو این مسائل ها که مثلا یه برآمدگی یا یه تور رفتگی هست، همیشه سعی بکنید اسید همراهتون باشه، یا سرکه سیب یا به اصطلاح اسید کلوراید اینا پیشتون باشه، که مثلا مشکوک شدید به یه جا اینو یه مقدار بریزید، سریع همونجا کف میکنه میاد بالا. بعد از اون نوساروجی استفاده شده که از موی حیوانات و خرده استخوان و به اصطلاح سفال استفاده شده، که این رو سریع میبستن و قشنگ میذاشن داخل اون سنگ. پس خوب توجه کنید، باید به این صورت باشه، به وقتی اسید ریختید روش سریع کف میکنه، یعنی سریع قشنگ کف میکنه. این هم در حد اینه که در حدود 10 الی 20 سانت میشه جا سازش، یعنی یه حالت دایره شکلی به شکل یه هندوانه متوسطی هم قرار داره. خب این جاسازها دوستان ببینید مربوط میشه به اموال اون شخص. خب جاساز نیست که بگیم 100% حالا بحث جاسازه. خب ولی به عنوان اینه که یه مقدار اموال داخل این هست، ما بهش میگیم جاساز. خب در هر صورت هم جاسازه، ولی این جز به اموال اون شخصه که بالا سرش باشه، زمانی که به اون اعتقاد و آینی که داشته که یه روز بلند بشه و بالا سرش باشه این اموال. اکثرا این داخل این سنگ ها دوستان عزیز هم الماس وجود داره، اگر شخص مهم باشه خب به اصطلاح اموالش اکثرا یا الماس یا مدالیونه، که چند تا چیزای خیلی قدیمیه، اکثرا هم سنگ استفاده شده. پس این انتظار رو نداشته باشه بگیم فقط زر داشته باشه، معمولا سنگ هم داخلش قرار داره، چون من چند مورد رو دیدم سنگه. خب سنگ های قیمتیه دیگه، مثلا شعاب سنگ، سنگ های پاک زر، تقریبا از این مدل ها. خب این یه نمونه. نمونه بعدی که همچین حالت هایی هستن چیدمان های معمایی هست. یه سری چیدمان داریم خب دوستان عزیز، اینا که بهشون میگیم قبرهای به اصطلاح مقبره. خب این مدل هم به همین صورت ما داریم که بالاترین سنگ رو شما باید کاوش بکنید. این سنگ رو نگاه کنید دور تا دورش بالا پایین به همین صورت، ببینید روش فرو رفتگی یا حالت برجستگی رو داره یا نه. این به این صورت شما میتونید حالا که در قسمت مثلا اون بالا به این شکل معمولا بعضی موقع سنگ میذارن، یعنی یه سنگی دقیقا میذارن داخل اون سنگ، خب داخلش رو خالی میکنن به اندازه اون خالی شده، مثلا مثل کاسه جوغن هست، خب چند اقلام رو میذارن یک سنگی میذارن داخلش و دورش رو ساروج میبندن. خب به این صورته اگر همچون حالتی رو دیدی. بعضی موقع برجستگی زیاد تابلو هم نیست،
خیلی قشنگ ظریف کار میکنن، بعضی هم که تقریبا به حالت برجستگی است مشخصه. خب اطرافش ساروجه، این که ساروج اسید بریزید سریع کف میکنه و مشخص میشه. این هم یه نمونه دوستان عزیز. نمونه بعدی در مورد جاسازی که سنگ قبرها قرار دارن، معمولا تک سنگ ها هستن که زیرشون زیرسازی هست، اینایی که قبر داره که برای سرمان مشخص میشه، معمولا تانسیول جاساز رو در قسمت کمر خود این سنگ وجود داره. این سنگ ها تقریبا یه مقدار بزرگه، شاید به اندازه یک نیسانی یا پرایدی بشه. خب توی قسمت بدنه خود این سنگ رو کاوش بکنید و قشنگ بررسی بکنید که ببینید همرنگ و همجنس صخره است. خب فقط یه نمه شاید مثلا تورفتگی داشته باشه یا یه نمه برجستگی، باید خوب ریز ریز نگاه کنید. این نوع جاساز ها این نیست که سریع طرف بخواد پیدا بکنه، حداقل 2 ساعت زمان میبره. یعنی این حرفی که من میگم دقیق 2 ساعت زمان میبره. تو 2 ساعت قشنگ رو سنگ دور تا دور رو نقطه به نقطه بررسی بکنی، چون خیلی حساسه، مگر اینکه خیلی تابلو باشه. خب که همیشه هم بدونی انواری که پنهان میکردن نباید تابلو باشه و قشنگ باید در استتار کامل باشه. قشنگ ریز ریز نگاه بکنید و مشخص میشه. این سنگ ها هم که گفتم بزرگ، زیرشون زیرسازیه، زیرسازی که معمولا یا قبر یا سرمالی براش مشخص میشه و جاسازی هم در داخلش قرار داره. خود سنگ از کمر سنگ به پایین، یعنی وقتی که شما وایسید حداقل این جاساز میره تو ارتفاع 2 متری، نهایتا 1.92 متر تا این حدا دیگه اینجا نیست. خب جاساز رو تو اون بالا قرار نمیدن، تو این قسمت کمر تقریبا تا حد 2 متری قرار داره. خب اینم در مورد 3 مدل که تقریبا سنگ قبرها به این شکل هستن که داخلشون به این صورت کار میشه. یه نکته بهتون بگم اینه که این ساروجی که استفاده شده برای اینها حتما بدونین موی حیوانات داخلشه، اگر نباشه این حالت به شکل طبیعی در اومده، آب و باران و خاک سنگ به مرور زمان ترکیب شده، یه جا جمع شده و به شکل ساروج در اومده، چون این حالت رو داریم. حتی حالت برجستگی هم ایجاد کرده، طرف برای من عکس فرستاده دیگه. بعد وقتی که شما این کار رو انجام میدید، وقتی که ضربه میزنی نباید با همون ضربه اول چیز بشه از بین بره. خب بعد ساروج محکمیه که با استفاده شده، حداقل باید چند ضربه قسمت گوشه اون رو بزنید که گوشه اون باز بشه تا مشخص بشه، چون بعضی موقع اینقدر حجم ساروج زیاده که هیچی روش کار نمیشه کرد. خب این رو حتما بدونید که از موی حیوانات و استخوان و سفال استفاده شده، یعنی اگر این به این صورته 100% جاسازه، و اگر نبود یعنی یه تیکه ازش بکنی ببرید خونه بجوشونی ببینید همچین حالتی هست یا نه، اگر نبود دیگه ول کنی، چون اون جاساز نیستی که، به این صورته. خب ممنون و سپاسگزارم دوستان عزیز، لطف کردید لایک یادتون نره، با تشکر، خدا یارو نگهدارتون.